برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی در کشور هلند از برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز دهاتن از اقلیت اویغور مقابل سفارت چین در استکهلم در سوئد خبر دادند. گفتنی است این تجمع از سوی جمعیت معارف اویغور و به مناسبت سالگرد جنایت موسوم به گلجا که در پنجم فوریه سال 1997 میلادی توسط دولت مرکزی چین علیه اقلیت اویغور رخ داد و موجب کشته شدن صدها مسلمان چینی گردید برگزار شد. آتشپاد دوم مجید فرهادی مدیر عامل آتش نشانی مشهد از امداد رسانی آتش نشانان سه ایستگاه به مصدومان حادثه برخورد توأم با انفجار بیل مکانیکی با لوله گاز در میدان تبرسی در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام و جراحت 12 شهروند مشهدی خبر داد. وی در این باره افزود انفجار در حین حفاری به دلیل برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز شهری و نشت شدید گاز رخ داده بود که این انفجار سبب تخریب 4 باب مغازه و شکست شدن شیشه های تعدادی واحد تجاری اطراف میدان تبرسی و ایراد خسارت به چند دستگاه خودروی سواری و مجروحیت تعدادی از افراد حاضر در محل شده بود. کره جنوبی مدت هاست که به دنبال رونق صنعت گردشگری خود با پذیرایی از گردشگران مسلمان و بهره‌گیری از گردشگری حلال است. منطقه میونگدونگ در شهر سئول کره جنوبی یکی از مکان‌هایی است که گردشگران مسلمان را به شدت به خود جذب کرده است. مغازه‌داران در منطقه میونگدونگ با نصب تابلوی حلال بر روی غرفه خود سعی دارند گردشگران مسلمان بیشتری را جذب کنند. علاوه بر این برخی از فروشگاه ها نیز اقدام به استخدام مسلمانان برای جذب گردشگران مسلمان کردند.